به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 58 و مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما شما بحثی که میخوانیم ادامه عملیه های توابع هست در درس قبلی هم دو مثال کار کردیم از ادامه عملیه های توابع و بحث بسیار دلچسب است که ما شما چطور میشه عملیه های اساسی را در توابع انجام بتیم دو مثال در درس قبلی کار کردیم مثال های ساده بودن و طبعا مثال های اولی که در هر موضوع هست مثال های ساده است اما امروز ما شما مثال های نسبتا مشکل را داریم که امیدوار هستم ان ما بتانیم خوب درس را بگوییم و کنیم و شما هم بتانید خوب یاد بگیریم در مثال سومی که من حیث مثال اول ما و شما هست بر درس امروز گفته اگر fx x مساوی با 2x منفی 1 و gx x مساوی با x مربع مثبت x منفی 2 باشد شما f منفی جی f ضرب جی اکس و f بر جی اکس را دریابید و ناحیه تعریف این تابع را نیز تعیین کنید بنان پس ما شما ابتدا خود تابع را در نظر می گیریم بعد عملیه هایی که از ما شما خواسته شده و تعیین ناحیه تعریف هم که گفته همیشه زمینه چهار عملی اساسی در قسمت تابع خواهد بود f x نشتا کردم 2x منفی 1 g x داریم x مربع به می ترتیب مثبت x و منفی دوی که در آخر ما شما داره از ما چی چی را خواسته؟ در ابتدا گفته f منفی جی x را دریافت کنیم f منفی جی x بعدا از ما و شما خواسته که f ضرب در جی x را دریافت کنیم بعدش از ما و شما خواسته که f بر جی x را دریافت بکنیم و طبعا دومین به اصطلاح F و G را هم باید ما شما دریافت کنیم یا بگوییم دومین را هم دریافت کنیم که در حالات مختلف بر شما مسایل مختلف را میشه داشته باشه خب ابتدای F منفی GX را میخواییم دریافت کنم که F منفی GX F منفی GX مساوی است به F X منفی GX که به ترتیب است پس F منفی GX ما مساوی هست به F X ما 2 X منفی 1 است 2 X منفی هست. منفی جی اکس ما چی است؟ اکس مربع مثبت اکس منفی دو پس ما و شما قوس برش در نظر گرفتیم به خاطر که علاوه منفی بر کلش باید در نظر گرفته شود پس اف منفی جی اکس ما مساوی است به دو اکس منفی یک خودش منفی زر مثبت منفی اکس مربع منفی زر مثبت منفی اکس منفی زر منفی هم مثبت دو میشه که به این ترتیب ما شما داریم پس f منفی g x ما در نتیجه مساوی است و منفی x مرا برای در ابتدا در نظر میگیرم بعد مثبت دو x منفی x میمانه مثبت x و منفی 1 و مثبت دو هم مثبت یک باقی میماند که در آخر هم نوشته کرد ما و شما f ضرب g x را دریافت میکنیم f ضرب در g ما مساوی به چی میشه؟ مساوی میشود به f ضرب در g x یعنی به صورت جداگانه هر دو تابع باید با هم دیگر ضرب شوند یا بگیم به صورت مستقل ضرب شوند پس f ضرب gx مساوی هست به fx ما قیمتش چی است 2x منفی 1 یا بگیم تابع fx ما و شما چند است 2x منفی 1 است و ج ما چی است x مربع مثبت x منفی 2 که به ترتیب دارد پس f ضرب در gx مساوی هست با. خب ابتدا میخوایم دو x را با هر سه حد تا به g ضرب بکنیم پس به ترتیب ضرب شوه بعد ضرب x شوه و در آخرم هم ضرب در منفی دو شوه که به ترتیب و بعدش باز چی باید شوه بعدش منفی یک ضرب شوه با x مربع منفی یک ضرب شوه با مثبت x و منفی یک ضرب شوه با منفی دو جوابش هم میبینیم که چطور خواهد شد خب دو x ضرب x مربع دو ضرب یک دو x ضرب x مربع میشه x مکعب پس میشه دو x مکعب بهتر 2 x ضرب x میشه دو x مربع الان ما هم که مثبت است و به همین ترتیب دو x ضرب منفی دو مثبت ضرب منفی منفی میشه دو ضرب در دو چار و اکس هم که خودش است آل نوبت منفی یک است منفی ضرب مثبت منفی میشه یک ضرب x مربع منفی x مربع منفی ضرب مثبت منفی یک ضرب x خود x منفی ضرب منفی مثبت یک ضرب در دو هم مساوی به عدد دو میشه که ترتیب ما شما دریافت کرد آل ایف ضرب در جی اکس ما مساوی خواهد بود با دو اکس مکب دیگه حد مشابه نداره خودش نشته میکنیم اما دو اکس مربع و منفی اکس مربع مشابه هستن از دو که یک کم شد مصبت یک میمانه فقط نشته میکنه مثبت اکس مربع طبعا ضریبش وقت نشته نشد خودش هست به همین ترتیب منفی 4x و منفی x میشن منفی 5x و مثبت 2 در آخر داریم هم سر جای خود باید باشه پس ما ضرب توابع را هم اجرا کردیم آلی کدام عملی است عملی تقسیم توابع است f بر g x پس f بر g x را وقتی ما و شما داریم f بر g x مساوی است با میفهمیم که f تقسیم g x طوری که در اینجا جی ایکس مساوی با صفر نباید شود پس خلاف صفر باید شود که به این ترتیب ما شما داریم خب پس f بر جی مساوی هست با f ما شما کدام تابع هست تابع دو x منفی یک هست و جی ما کدام تابع است؟ تابع x مربع مثبت x منفی دو کدام قیمت است که وقتی در مخرج ای کسر یا تابع کسری وضع شود در حقیقت مخرج مساوی و صفر می اون او قیمت رو باید دریافت کنیم. و اینم شما از قبل نظر به تجزیه می فهمیم. پس چه قسم تجزیهش بسیار ساده کدام دو تا عدد است که ضرب شوه نتیجهش منفی دو شود و اگر جمع کنیم نتیجهش مثبت یک شود. پس به این ترتیب اعداد را دریافت میکنیم نوشته میکنیم منفی یک و به این ترتیب مثبت دو چون ضریب به مربع ما یک از دیگه به اون قسمت مشکل نداریم منفی ضرب مثبت منفی میشه یک ضرب دو دو از دو یک کم شو مثبت یک باقی میمانه پس ضریب حد وسط هم بر شما ارائه کرد حال میشه تابع ای تابعی خود قسمی نوشته کنیم که دو اکس منفی یک خودش به عوض اکس مربع مثبت اکس منفی دو نوشته میکنم اکس منفی یک ضرب در اکس مثبت دو خب کدام قیمت ها است که مخرج را صفر میسازه؟ امیر به صورت جداگانه اکس منفی یک ضرب در اکس مثبت دو را مساوی به صفر قرار میتونم. اگر بخوایم دریافت کنیم که کدام قیمت ها هست که مخرج را مساوی با صفر می سازه پس اون باید یک بار مساوی با صفر قرار بدیم تا اون قیمت ها دریافت شود بعدش باز میگیم این قیمت ها را شما در ناحیه تعریف نمیتونیم داشته باشیم یعنی در اینجا یک به تا... نحوه یک, یک منطقه ریاضی هست زمانی که شما بخواین اون قیمتی که مخرج تابع صفر می سازه و نباید باشه وقتی بخواین دریافت کنین بعد مساوی با صفر قرار بدین تا دریافت شه بعدش باز میگیم که قیمت ها مخرج تابع صفر میسازه و جز ناحیه تعریف تابع نیست پس چی کار میکنیم x منفی 1 را مساوی با صفر قرار میتیم، x ما مساوی با 1 میشه یا بگیم x 1 ما مساوی با یک میشه یکی از قیمت هایی که مخرج تابع صفر میسازه x مثبت 2 را مساوی با صفر قرار x 2 مساوی با منفی 2 میشه پس قیمت هم دریافت شد این دو قیمت را باید در نظر بگیریم بحثی که وجود داره ای است که در قسمت ضرب و در قسمت عملی تفریق اما گپ قبلی ما و شما هست یعنی دومین به اصطلاح که ما و شما از اف منفی جی از اکس داشته باشیم منفی جی اکس و یا میشه اف ضرب جی اکس باشه اف ضرب در جی اکس اردوشان چه قسم دریافت میشه؟ نوشته میشه دومین اف تقاطع کنه با دومین جی یعنی ناحیه تعریف تابع اف دریافت شد ناهی تعریف تابع جی دریافت شد بعد تقاطع از نا دریافت میشه یا یعنی سه تقاطعشون دریافت میشه کدام قیمت ها هست میفهمیم خب اینا رو نیاز نیست که رو نوشته کنیم میفهمیم که دومین اف ما تمام اعداد حقیقی است. دومین جی ما هم تمام اعداد حقیقی است وقتی اینا با هم تقاطع کنه نتیجه هم تمام اعداد چی میشه حقیقی میشه پس به این ترتیب دریافت کردیم و اما در عملی تقسیم بعد استثناء هم داریم گفته منفی کدام ست ست از x طوری که جی ایکس را یا تابعی که در مخرج قرار داده او را مساوی با صفر قرار می... یا بگیم مساوی با صفر می سازه. پس نوشته میکنم اگر داشته باشیم دومین f بر جی از x، ای مساوی است با دومین اف تقاطع کنه با دومین جی بعد منفی ست x، طوری که جی x ما را مساوی با چه قرار میتر؟ مساوی با صفر می یا بگیم توری که جی x قیمتش صفر می پس به این ترتیب آل ما و شما در اینجا دومین f بر جی از x را که به این ترتیب داریم دومین f بر جی از x. دومین اف ما چی خود تابع اف ما خود تابع اف ما تابع, تابع پولینومی است تمام اعداد حقیقی است تمام اعداد حقیقی دومین جی چی است تمام اعداد حقیقی است کدام قیمت ها امی جی اکس ما و شما را یا با اصطلاح تابع در مخرج قرار داده او را مساوی با صفر قرار می یا بگه مساوی با صفر می من منفی امو قیمت ها رو بیرون میکنیم منفی ایکس توریک که ایکس مساوی با یک باشه و به ترتیب در پایین نشتهش میکنیم که آسان‌تر تر شود و یا بگیم بر شما مشکل پیش نکنم منفی کدام قیمت ها؟ منفی قیمت x طوری که او x چی قیمت ها داشته باشه؟ مساوی به با یک باشه یا x مساوی به منفی دو باشه x مساوی به یک و x مساوی به منفی دو این دو تا قیمت جز ناحیه تعریف ای, ای که F تقسیم G شده نیست دیگه قیمت ها تمام قیمت های شما وضع کنین مشکل نداره جز ناهی تعریف تابع ما شما هست اما دو قیمتی که بارت از مثبت یک و منفی دو باشد جز ناهی تعریف تابع ما شما نیست که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم آل یک فعالیت بر ما شما داده در اینجا تابع f(x) x ما منفی پنج است تابع g(x) x ما منفی یک است F بر g(x) F ضرب g(x) و F منفی g(x) را دریافت گفته. بکنید که در اینجا قیمت Gx ما و شما با کدام قیمت ها با اصطلاح صفر میشه با قیمت مثبت یک که یک مربع یک شد منفی یک صفر و با قیمت منفی هم سفر میشه بنابراین پس مثل مثال که ما کار کردم تمام مراحل مثال شما کار بکنین و ما در آخر قیمت مثبت یک و منفی یک را استثناء قرار میتین که جز ناهی تعریف توابع در حالت تقسیم نیست در سایر حالت ها هست مثال چهارمی که ما شما داریم در اینجا این مثال ما هم اف ایکس مساوی با x مثبت 3 و جی ایکس مساوی با x منفی 1 گفته اگر باشد در این صورت ما شما f منفی جی F اف ضرب جی و f بر جی را دریافت میکنیم که تمام عملیه هایی که ما شما گفتیم مثل مثال هایی است که ما کار کردیم و مثالی که در فعالیت بر شما گفته هست اما بحثی که در قسمت آخر وجود داره f بر جی کدام قیمت تابع جی را صفر می سازه؟ قیمت x مساوی با عدد 1. پس x مساوی به عدد یک را استثنا قرار میتین تا جز ناحیه تعریف تابع نباشد که باید او را در نظر بگیریم خب مثال پنجم ما شما گفته اگر f x مساوی با جذر 4 x جذر 4 البته منفی x و g x جذر 3 مثبت x باشد f جمع g و f منفی g همچنان f ضرب در g از x و بالاخره f بر g x را یا بگیم f بر g را دریافت کنید و ناحیه تعریفش هم گفته تعیین کنید در قسمت جمع هر دو تابع در قسمت تفریق و در قسمت ضرب به همین ترتیب در قسمت تقسیم مسائل که ما شما از قبل در افاده ها داشتیم تغییر نکرده مثلا در جمع تفریق مشابه نیستن در کنار هم دیگر قرار میگیرن با همون علامت یا تغییری به وجود نمیاد در قسمت ضرب از جذر یک درجهش یک است یکی در نظر میگیریم بعد مجذورها رو با هم ضرب میکنیم که 12 مثبت x منفی مربع بدستمه. در قسمت تقسیم هم به همین ترتیب اردوش در نهایت تحت یک جزر قرار گرفته میتونه اما به اصطلاح بیشتر از او ساده شده نمیتونه پس بحثی که وجود داره چی است بیاین که ناحیه تعریفی توابیر دریافت کنیم که خیلی زیاد در این بحث مهم بر شما ناحیه تعریف هست پس در اینجا تابع اف ایکس خدا ابتدا نوشته میکنم که مساوی است به جذر 4 منفی ایکس و تابع GX ما در اینجا مساوی هست به جذر 3 مثبت X جذر مثبت x. در اینجا بر ما و شما ابتدا می که ناحیه تعریف تابع اف را دریافت کنیم یا بگیم دومین اف را دریافت کنیم دومین اف ما و شما مساوی به چی است مساوی است به قیمتی که به اصطلاح تحت جذر منفی نسازد یعنی اینمی تحت جذر به هیچ قیمت نباید منفی شود سفر شدم میکنم. بهنا پس نوشته میکنم که سط کدام قیمت 4 منفی ا بزرگ و مساوی از سفر. 4 منفی منفیکس بزرگ مساوی از سفر را در اینجا ساده سازی میکنم بر شما آسان معلوم ش ها میگمقی این قسمت ساده سازی می کنمم. 4 منفی اکس بزرگ و مساوی از, از منفی منفیکس بزرگ و مساوی از منفی 4. اطراف را تقسیم منفی یک میکنیم یا بگیم ضرب منفی یک میکنیم میفهمیم که اطراف ضرب یا تقسیم یک عدد منفی شوه جهت غیر مساحات تغییر میکنه که در این صورت ایکس مثبت میشه جهت غیر که تغییر کنه کوچک مساوی از عدد چی میشه 4 مثبت میشه از عدد 4 پس به این ترتیب دریافت کردیم پس 4 منفی ایکس که بزرگ مساوی از صفر باشد قیمت ایکس کوچک مساوی از عدد 4 میشه این قیمت جز ناحیه تعریف تابع f است ناحیه تعریف تابع جی را در نظر می گیریم که مساوی هست. با تابع g ما چی است 3 مثبت x یا باید بزرگ مساوی از صفر قرار داده شود خب وقتی 3 مثبت x بزرگ مساوی از صفر قرار داده شود 3 مثبت x بزرگ مساوی از صفر x دا خودش داریم سر سمت راست می بریم x بزرگ مساوی از چی میشه از منفی 3 میشه پس به این ترتیب ما شما ناحیه تعریف از این دریافت کردیم که x بزرگ و مساوی از منفی 3 اگر به قسم دیگه ای راه کنیم یا بگیم به اشکال دیگه ای راه کنیم چطور میتونه باشد در قسمت ناحیه تعریف یا دومین f بگوییم قیمت هایی را که به خودش میگیره گفته x کوچک و مساوی از 4 باشد یعنی از منفی لایتنایی بزرگتر تا به قیمت عدد 4 خود از 4 هم شامل است و دومین جی را اگر در نظر بگیریم البته دومین تابع جی را که به ترتیب مک ام را کنم بعد از او باز جی را نشته کنم دومین جی مساوی هست به در اینجا گفته x بزرگ و مساوی از منفی 3 یعنی قیمت x از سه که از منفی 3 که در بزرگتر تا به با چی باشه تا به با لایتنایی باشه خب پس در این قسمت حتی اگر رو روی محور اعداد هم شما نشان بتیم تا به قیمت 4 و اصطلاح از طرف چپ بر تابع f اف شامل میشه و از منفی طرف راست کامل بر تابع جی شامل میشه اما در صورتی که چهار عملیه را در نظر بگیریم که عمل جمع تفریق ضرب و تقسیم بود در قسمت عملیه های جمع تفریق و ضرب عین مسئله هست بله پس به ترتیب نوشته میکنیم که دومین اف البته جمع جی از ایکس یا میشه که دومین f f ضرب در جی اکس باشه و یا میتونه که دومین f منفی جی اکس باشد منفی جی اکس به این ترتیب اینجا علامه منفی رو داریم منفی جی اکس. در هر کدام از نکات در نظر بگیریم باید دومین f را دریافت کنیم و تقاطعش را دریافت کنیم با دومین جی یا بگیم تقاطع هر دو دومین دومین f و دومین جی را باید به با اصطلاح بدست بیاریم که در این حالت تقاطع از وقت وقتی است میاریم یکی از سه قیمت های ما و شما که تابع F باشه از منفی لایتنایی تا به 4 هست و تابع بعدی ما و شما که تابع جی هست از منفی سه تا به لایتنایی هست از منفی سه تا به لایتنایی که به این ترتیب ما و شما وقت تقاطعی زیاد دریافت کنیم چطور میشه بیاین روی محور نشان میتیم بر ما شما تر شد پس به این ترتیبی محور اعداد اگر باشد سفر یک به همین ترتیب دو به همین ترتیب سه و به همین ترتیب 4 منفی یک به همین ترتیب منفی دو منفی سه و میشه بیشتر باشد در اینجا ببینید ناهی تعریف تابع F ما و شما ای ساحه هست از منفی چار از مثبت چار البته به طرف منفی لایتنه ای ناهی تعریف تابع F هست تابع چی؟ تابع اف تعریف تابع جی ما چی گونه هست؟ از منفی سه به طرف لایت ایست این رو میخواییم با مارکر سرخ رسم بکنم از منفی سه تا به است. در تقاطع ست ها کدام ساحه را در نظر می گیریم؟ ساحه که مشترک باشه نان پس به این ترتیب ساحه مشترک ما و شما از منفی 3 تا به مثبت 4 هست که به این ترتیب ما و شما دریافت کردیم در قسمت حالت تقسیم امی وضعیت را داریم دومین اف بر جی از اکس که داشته باشیم میشه دومین اف تقاطع کنه با دومین جی منفی کدام قیمت؟ قیمت x طوری که جی را مساوی با چی قرار میده مساوی با صفر قرار میده پس به این ترتیب تقاطع شما شما در این قسمت دریافت کردیم کدام قیمت تابع ما شما را موشمار مساوی با صفر می بینیم میبینیم در خود مثال خود قیمت عدد یا بگیم قیمتی که در مخرج تابع کسری داریم سه مثبت x است اگر قیمت ایکس ما شود، سه شد و صفر می سازد بنان منفیسه را هم جو استثناء در نظر می گیریم یعنی در اینجا هر دو تابع ما و شما که کرد قبلا مساوی شد به از منفیسه سه تا به مثبت چار منفی سه تا مثبت چار و حالی که اینا تقاطو کنه دومین ایف تقاطو کنه با جی بعد در اینجا نایه تعریف دریافت کردیم قیمت منفیسه سیرم باید ازش بیرون کنیم پس در اینجا از منفی سه تا به مثبت 4 بود منفی کدام قیمت؟ قیمت x توری که x مساوی به چی است؟ مساوی به عدد منفی سه هست امیر میشه بسیار خلاصه نوشته کنیم خلاصه چی قسم نوشته کنیم؟ اینی سته که سته به اصطلاح متوسط هست و منفی سه شامل میشه این ازش بیرون کنیم دیگه قیمت ما شما بدست میاد به نه میکنم منفی سه شامل نیست و خود چهار شامل هست یعنی از این قسمت کمک از منفیسی بیشتر تا به عدد چهار را و اصطلاح جز ناحیه تعریف تابع در حالت تقسیم هست در سایر حالت ها خود منفیسی هم شامل است خود چهار هم شامل است و ساحه کامل شامل هست اما در حالت تقسیم منفی خود شامل نیست از منفیسی کمی بزرگتر تا به چهار کلشان شامل ناحیه تعریف تابع مار نظر هست که البته ما شما در اینجا بحث مربوط به حاصل ضرب عدد با تابع داریم که هیچ تفاوتی نداره هیچ مشکلی نداریم در اون قسمت ضرب یک عدد با تابع تغییر به وجود نمیره فقط عدد را ضرب میکنیم و در تمرین هم بحثی که از ما شما خواسته شده بود شما در مثال قبلا اون را کار کردیم ما مطمئن هستیم شما تمرین را حل بتونین و حتما تمرین را هم کار بکنین تا اینکه بیشتر روی چهار عملی اساسی در تابع مسلط شوید درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم موفق باشید